خوش آمدید به دیدبان، مریم افشنگ هستم. این هفته نگاهی میاندازیم به واکنش ها به عبارت جنجال برانگیز آتش به اختیار تا آتش در لندن. متا اولی خیلی نه به اختیار بود نه خیلی فروزان بود، ولی دومی خب خیلی فروزان بود. مدت هاست که نمیشه یه هفته یه ذره آروم بدون خبری باشه، یعنی همینطوری پشت سر هم هر روز یه اتفاقی باید بیفته. برای شما اهل خبر، خدا از آسمون خبر میرسونه. والا خیلی هم نرسونه، اشکال نداره یه ذره نفس بکشید. ما هفته پیش یه ذره نرسیدیم در مورد انتخابات بریتانیا صحبت بکنیم، ولی خب صحبت هم خیلی آره خیلی هم نداره دیگه، فعلا هم پارلمانی معلقه. بله بله، حالا هنوز عواقبش داره طی میشه دیگه. به هر حال تعداد کسایی که امیدوارند به اینکه خانم می بتونه خیلی کار بکنه کمه. البته بله، میخواین بریم سراغ روزنامه‌های ایران؟ بله، از جوان ببینیم در اول هفته که نگاه میکنیم، در حقیقت پیداست که از همین سرمقاله‌ای که این کنار داریم میبینین، سرمقاله آقای جوانی رو دارید متوجه میشید، آقای گنجی رو دارید متوجه میشید که این ماجرای آتش به اختیاری که رهبر گفت در دیدار با دانشجوها و فرهنگی‌ها، این از اون جمله‌هایی بود که وقتی رفت در دنیای مجازی امروز، یعنی خلاصه شد و رفت، نه تنها کاربرد مثل لوله‌ای که آقای روحانی گفت یا اون دفعه گفتش گازنبوری نکرد، که اونا جزء مشخصات این جهان هست که مینیماله و بنابراین یه چیزی، بلکه این جمله چون رفت و همین طوری قرار گرفت خیلی تیز شد بله. این حرفای آقای مصباح که هنوز قوه قضاییه گرفتارشه. خب مدام هم همه هی خواستن فقط یا توجیه کنن یا توضیح بدن که منظور رهبر ایران چی بوده. بله، از این چاره نبود دیگه. وقتی ایشون گفت و فضای مجازی برد به سبک خودش تیزش کرد و خلاصش کرد، بنابراین میبینید که حتی روزنامه سپاه پاسداران هم وارد شده و صحبت از این میکنه که این آتش به اختیار مسئولانه است. بله. بعد در توضیحش هم اتفاقا نزدیک میشه به اون چیزی که واقعیت، و اون این استش که فرهنگی سیاسی هست موضوع، یعنی در حقیقت نظامی نیست. این اصطلاح نظامیه ولی قرار نیستش که ازش استفاده نظامی بشه. جالب ترین واکنش آقای مطهری بود. آخری بود. بله، آخری هم بود دیگه، که در واقع گفتش که آتش به اختیار دو طرف است. و بعد اشاره کرد به مسئله حصر و اینکه وقتی که یه سری رو بدون محاکمه و غیر قانونی میندازین، مردم میتونن به قول معروف به اختیار آتش به اختیار دو تا مثال دیگه. یعنی یه مثال بله. از طرف مردم موقعی که کاری میشه، یه مثال هم از طرف حکومت، یعنی هر دو طرف هستش. بریم سراغ روزنامه اعتماد. روزنامه اعتماد دو تا چیز داره، یکی اولا اون کنار میبینی این چهارا هم مهمه. چهار روز بعد از حادثه بهارستان هست. بله. گزارشش تهیه شده، وزرا رفتن مجلس، مجلس تقریبا میشه گفت راضی نشده، گفته این همون حرفایی است که ما تو روزنامه ها میخوندیم، ما حرف قاطع میخوام، پشت صحنه میخوام. حتی آقای کواکبیان پیشنهاد جلسه غیرعلنی کرده. اون پایین هم 40 روز از ماجرای معدن گذشت. بله. روزنامه‌های مختلف اینو بررسی کردن. ولی قبل از اینکه شما از این میزگرد تعریف بکنید، بذارید من از این خانم طاهریان یک انتقادی کرده باشم، عکاس این عکسی که این وسط هستش. ببینید این عکس که به نظر من میرسه، البته شاید اشتباه میکنم، که با نور اتومبیل گرفته شده، بیشتر دور از جون هر سه نفرشون، بیشتر شبیه عکسایی است که آدما رو آماده میکنن برای اعدام. به نظر من اینکه سه نفر آدم رو با دیدگاه‌های متفاوت، مثل آقای سلیمی نمین، مثل خانم فاطمه صادقی و آقای لیلاز بشونن کنار هم و بعد بخون تحلیل کنن انتخابات ریاست جمهوری رو، کار قشنگیه. بله. و حرفایی هم که زده شده، چون نزدیک 3-4 صفحه کامل روزنامه بود. بله، اصولا خوب در اومده از کار. یه نکته دیگر رو هم من بگم، صحبت خانم اون بالا، صحبت خانم ملاوردی هست که بله. میگه حضور
حضور زنان در واقع مقاله هست از خانم اشرف بروجردی، معذرت میخوام، که میگه حضور زنان در پست وزارت یک مطالبه جدیه. این حرف رو قبلا هم خانم ملابردی زده بود که ما دفعه قبل در انتخابات قبل این امکان رو نداشتیم، ولی این یکی از مطالبات که ما همچنان داریم. حالا امیدواریم که در کابینه جدید به نظر میرسه شرایط اینطوری آماده است. حالا بعضی صحبت ستا میکنه، من ستا و ایناش نمیدونم، ولی به نظر میرسه که شرایط وضعیتی است و تمایل دولت هم به این هستش. اگه موافقید بریم تو روز شادمانی. شما سراغ شادمانی میگرفتی با وجود اینکه میدونین خب خیلی دیر وقت شب بود، ولی اینم جالب بود برای اینکه اگه یادتون باشه اون روزم یه هشتگی درست شد به نام شادی به اختیار. بله، شادی به اختیار. یه طرفش هم این هست، شهروند هم دوباره ایران رو گفته. روزنامه‌ها به یه چیز دیگه هم اشاره کردن، این بهره‌برداری‌های سیاسی اقتصادی اینا میشه طبیعتاً دیگه همه جا دنیا اینطوره. بله. اشاره کردن به اینکه غیر از قبل از انقلاب که حشمت مهاجرانی تیم رو بردش و به جام جهانی راه داد، بعد از انقلاب تیم به جام جهانی نرفت تا چند روز بعد از دوم خرداد. یعنی اگه یادتون باشه چند روز از دوم خرداد گذشته بود که اون بازی عجیب و غریب با استرالیا اتفاق افتاد و تیم برای اولین بار رفت. بعد از اون باز این اتفاق نیفتاد تا انتخاب آقای روحانی در سال 92 و این دفعه سومی است که بعد از انتخابات 96 اتفاق میفته. این بربرداری هم به صلاح طلبا کردن که بگن که به هر حال وقتی که یه فضای شادمانی و امید پیدا میشه بی تأثیر نیست توی البته خود اعضای تیم هم تو ملاقاتی که با رئیس جمهور کردن اینو گفتن. بریم سراغ روزنامه بعدی. قانون. خب ببینید این روز محیط زیست بود وسط این هیروهیر، وسط این آتش ها و انتخابات. بله. و عوارض انتخابات و اینا. روز محیط زیست هم اومد که هفته پیش هم اشاره بهش کردیم، البته هفته محیط زیست اینجا کیوان وارسی کارتون خوب میکشه. این توجه به محیطبان‌ها و اینکه واقعا قانون رو نتونستی کاری بکنیم که محیطبانان رو یه مشمول قصاص قرار ندن، ولی به هر حال محیطبانی که زندانی همه حیوانا رفتن ملاقاتش. بله، ملاقاتی داره. اون بالا هم البته نوشته که خبری از تصویب لایحه حمایت از محیطبانان نیست. بله. روزنامه آخر شرق. ببینید این ماجرای ساختمانی در گرنفل، این ساختمانی که در لندن فرو ریخت و واقعا هم همه هنوز فرو نریخته. ببخشید راست میگه فرو نریخت ولی آتش گرفت و با توجه به اینکه از لحظه اولش هم تو لحظه به لحظه شما تماشا میکردید و اینا، خیلی خیلی صحنه عجیب و غریبی بود و تقریبا همون اندازه‌ای که پلاسکو در تهران حادثه ایجاد کرد و همون اندازه هم در لندن ایجاد کرد چیزای مردمی پیدا کرد. یه تفاوتایی هم در نوع مدیریت بود، سابقه اجرا از نظر فنی پیدا بود که خیلی جدیتر از این حرفاست که مثلا به گفته آقای قالیباف شهردار خودش بیاد بره اونجا مثلا درجه حرارت تشخیص بده. نه، پیدا بودش که 15 دقیقه بعد همه چی مطابق یه برنامه‌ای داشت اداره می‌شد. به هر حال الان وقتی که روز آخر هفته رو داریم می‌بینین، این عکس رو که عکاس ایونینگ استاندارد به نظرم گرفتش که خیلی عکس پرمصرفی هم بود چون در دمدمه های صبح گرفته شده، بنابراین قرمزه وسط فضای بله. خاکستری هست. این هست در این حال این حرف آقای کرباسچی رو هم داشته باشی. آقای کرباسچی یه گفتگو کرده با شرق، توش میگه آقا این شهرداری که انتخاب میکنی کسی باشه که نخواد رئیس جمهور شه. بله. داره اشاره به این میکنه که این دو تا رئیس جمهور، دو تا قبلی ها، یعنی احمدی نژاد و چیزی که اومدن و خواستن از این داف برن و آقای قالیباف بشن، ببینید بلای خلاصه شهر آوردنده. اما در این حال بذارید یه شوخی با آقای کرباسچی بکنیم. اولین باری که صحبت از این پیش اومدش که یک شهرداری بشه رئیس جمهور خود آقای کرباسچی بود. وقتی حزب کارگزاران درست شد، به هر حال چیزی که گفته میشد و در روزنامه نوشته میشد این بودش که این گروه به هر حال حزب درست کردن و میخوان بمونن و دبیرکلش هم آقای کرباسچی هم میشه رئیس جمهور که بعدشون رفت زندان. البته جاش قبل از اینکه بخوایم بریم کارتونا رو ببینیم، به این گوشواره های اون بالای روزنامه شرق من اشاره بکنم و اون اینکه آقای روحانی هم از هر فرصتی برای پاسخگویی استفاده میکنن. در یکی از این شبای احیا در واقع گفته بودن که مبنای حکومت از دیدگاه حضرت علی انتخاب و نظر مردم بود، که حالا به نوعی تعبیر میشه که پاسخیه به اون که حالا ما تعبیر بکنیم به اینکه ایشون هرچی میگه داره جواب نه این چیزی بود که تعبیره بود که بله عمومیه عمومیه بله، ولی اصولا این یه مجادله خوبیه. این بله. یک مجادله نوعا طلبگی و در این حال مقامی هم هست. بله.
خوبه. بریم سراغ کارتون ها. اولی از مهدی عزیزی. تحت تأثیر حوادثی که در هفته پیش اتفاق افتاد در تهران و در این حال همطور داره تکرار میشه دیگه در دنیا و در لندن و بقیه جاها. بله. جز اینکه نگاه مهدی عزیزی این استش که به هر حال داعش یک مترسکی است اون بالا. مترسکی است که اونایی که برپاش کردن معلومه. اون وریا هم که کارتون درست میکنن و معتقدن که ایران داعش رو برپا کرده. بنابراین این دو تا نگاهی است که میشه. حالا به نظر میرسه که اون وریا کمتر دلیل دارند. به هر حال یه سوابقی وجود داره، بن لادنی وجود داره. بله. و فروریختن 11 سپتامبری وجود داره. به هر حال یه چیزایی وجود داره. اما به هر حال وارد اون مجادله اگر نشیم، مقصود مهدی عزیزی همینه. سراغ کارتون بعدی بریم از جمال رحمتی. بله دیگه، در حقیقت داره میگه که این که داعش بیادش یه حرکاتی اونجا بکنه و اینا تأثیر خیلی زیادی در ایران نداره، چون اون رو به صورت بادکنک میبینه. اشاره یه بله به حرفای شاید آقای خامنه‌ای که گفت ترق بازی بله. بیش نیست. میگه که این به خلاصه تأثیر نداره، بادکنکیست میخوره به سیم خاردارای ما میتره که تموم میشه. بله، ولی خب جون کلی آدم ها گرفته میشه. ما امیدواریم همینجا بشه، یعنی تموم بشه. بزرگمهر حسین پور بعدی هست. بزرگمهر به نظر میرسه که روز همون حرفی رو که کیوان وارثی هم در موردش گفتیم، این مسئله محیط زیست و اینکه این کسایی که محافظت میکنن همه مرد و زن زندان میافتند. این هم پاشو زنجیر بستن یکی دیگر. اون طرف هم در حال رفتن زندان محیطبانا، حتی همه طرفدارا و از اطراف و اکناف هم همینطور تیر سنگ و تیر میشه. و اینا داره به سرشون هم نمیشه ولی اینا کوشش میکنن این سبزی رو نگه دارن. کارتون آخر از محسن ظریفیان. ماجرای خانوما در ورزشگاه با توجه به مسئله والیبال سوژه شده دیگه. محسن ظریفیان کشیده که این بر این تفلکی ها با عشق شعار میدن که میخوایم بریم اون تو، اون برم یه همه بلند شدن دارن مثل تور والیبال دیگه، اون بله. بلند شدن دارن دفاع میکنن. خب حرفای زیادی هم زده شد در مورد این بازی اخیر دیگه. یه سری گفتن که کاملا گزینشی خانوما تونستن برن به استادیوم. اکثرا فامیل بازیکن‌ها و اینا بودن. یکم فروخته شده ولی به هر حال این یکی اتفاق عام نبود. یه اتفاق خوبی که افتاد به نظر من حمایت بازیکن فوتبال بود. مسعود شجاعی بله. که خواستار این شد که زن‌ها هم اجازه داشته باشن که بتونن برن بازی‌ها رو ببینن. بله. بریم سراغ برگزیده‌های این هفته آقای بهنود. اول برگزیده‌ها رو داریم مجله هفتگی کرگدن می‌بینیم. به من تا اونجا که میدونم خیلی طرفدار داره، یعنی به محض اینکه کرگدن به ما میرسه از بچهای خودمون کسایی که شما بستن... همیشه میبریم میدیم به بچهای رادیو. بله. هیچ وقت نمیدیم به بچهای دیدبان. سوهل از همه بیشتر علاقمند دنبال میکنه و بمده. حالا این دلیل این که دارم میبینم اینه که مجله چنان که در روی جلدش میگه بیشتر فرهنگی است، اصولا نگاهش بله. به صحنه فرهنگی است، هنوز هم فرهنگی است، ولی این ماجرای خشونت و ماجرای به اصطلاح مکتبی که درش خشونت لخت و عریان میشه وسط شهر مردم بیگناه با چاقو و با بله. ساطور و اینا زده میشه، این خیلی تأثیر کرده در جمعشون و بنابراین هم خود آقای علی میفتا سردبیر نوشته اصلی سرمقاله خودشوی، اما یه توجهی میده، میگه هیچ سلاحی برنده تر از هنر و زیبایی علیه داعشی ها نیست. خب الان اینا هنر و زیبایی رو حال... خراب میکنن. ایب نداره، ولی در این حال توجه داشته که برای چیز هم برای توجه هم این عکس رو داره در شروع این مطلب، یعنی در حقیقت اون داره کار خودشو میکنه ولی این زیبایی هم بله. در حقیقت پیشنهادش به طور کلی این استش که اینها رو توجه نکنیم به اون اتفاقی که میفته، این که تروریست ها به شقیقه خودشون حمله میکنن توجه داشته باشین که این به خاطر این استش که این سفر رو روشن کنم شما ببینید که این اسلحه توجه دارین که لولاش بله. طرف خود شلیک کننده است، در حقیقت
داره میگه اونا به شقیقه خودشون شلیک میکنن، که این حرفی است که تو یادداشت‌ها گفته شده. اما یه چیزی هم من دارم میبینم نوشته که مرگ در کابل هرگز عادی نمیشود. آره. چیزیه که ممکنه برای خیلی جاهای دنیا مرگ در افغانستان، عراق، نمیدونم سوریه عادی بشه، ولی برای اون شهروندایی که دارن اونجا زندگی میکنن واقعا خب عادی نمیشه. آره. حالا اونو گذاشته بودم آخر سر بگم به یه دلیلی، حالا میگم براتون دلیلش چیه. ولی حالا وارد اون بخشی میشیم که خودشون بهش میگن کرگدن پریم، یعنی بخش زمیمه یا پرونده هرچی اسمش هست. این دفعه چی گوشته؟ دهه هفتادی ها. ولی دهه هفتادی ها موضوع نیست، موضوع در حقیقت اختلاف نسل هاست. خیلی جالب بود. آره. مطالبش این بره. چند تا مطلب، یکی گفتگوی خود آقای مفتاح کرده گویا با پسرش، ولی یا به حال شکلش اینطوری است. بعد علی پیروسنلو یه چیزی نوشته روی مکتب اصالت هفتاد، میگه این اصالت در مورد ایناست و حرف میزنه. هر کدوم از خوشبختانه اینا همه نگاه های درجه یک دست اوله، یعنی اینطوری نیست. برای من خیلی راستش غریبه، برای اینکه همیشه یادم این بحثا سر دهه 50 و دهه 60 بود. بله دیگه، مثلا ما دهه 50 یا همیشه فکر می‌کنیم دهه 60 چقدر کوچولو، حالا دهه 70 هم رسیده. بله رسیده. مسعود میر از نگاه یک دفاعی نیمبند از دهه 70 یا به قلم یک دهه 60 یه دهه 60 میگه، میگه نه داداش ما دایورت نیستیم، این تیترشه. بله. ولی اصولا اگر که اون چیزی هم شما دیده بودین تو همین بحث نسل ها فکر کنم همین بود، در واقع داشت میگفتش که چقدر دهه 70 ها مینیمال شدن. آه. و همه چیشون مثلا یه اشاره‌ای داشت میکرد که میگفت رفتم مثلا سرچ کردم کلمه هایکو رو، بلافاصله گوگل 500 یا 5000 تا چیز بهم داد، بلافاصله مثلا یه جمله رو نوشتم برام ترجمه کرد. اگر که 10 سال یا 20 سال پیش بود من باید میرفتم کتابخونه کلی کتاب میگرفتم میومدم بعد مجبور بودم همه اون کتابا رو بخونم، در حالی که الان این امکان هست که من به راحتی اون صفحه‌ای که میخوام رو برم بخونم. و حالا این نمیدونم چقدر خوب باشه، چقدر آدما سطحی تر میشن یا چقدر آدما عمیق تر میشن. صورت مسئله است دیگه. بله. بخش آخر هم بخش سلوک شعر هست. این دفعه کابل آورده، اون اشاره که شما کردین. بله. اینجا وارد این درباره کابله. رفیع جنید یک غزلی داره واقعا تکان دهنده است. برایت می سرایم شیونی با ساز افغانی، که آتش را برقصی از خط دامن به پیشانی. نه. برایت یک بغل می آورم غلطیده از شهرم، که گیری سخت در آغوش و گردی خاج غلطانی. برایت کاسه می آورم از شربت کابل، که از دستم بگیری مست و در جانت بریزانی. چه قشنگ. بریم سراغ وقایع اتفاقیه گزینه بعدیمون. این هنر آقای دهقان سردبیر وقایع اتفاقی است که گزارش فراهم کرده بعد از این حوادثی که در تهران اتفاق افتاد و بعد معلوم شد که عاملینش تو فیلم به لهجه کردی یا به زبان کردی به لهجه کردی عربی حرف می‌زدن و به هر حال بعد اعلام کرد دولت که اینها به حال ایرانی بودند، این بحث رو وقایع اتفاقی مطرح کرده و این بحث رو که آیا واقعا چند درصد هستن که ممکنه در اون محدوده باشن یا چقدر چون اتحاد دارن نقش مردم چی هستش اینا، و این گزارش رو با یک تیتر به زبان کردی آورده. خیلی قشنگه، معنیش هم میشه کردستان نور چشم ایران است. آره خب خوب هنر دیگه، کار قشنگه. بله. آره. بریم سراغ بعدی. ببینید حالا اینجا جای یه ذره پوز دادن هم هست. این آقایی که دارین ملاحظه میکنین علیرضا پاکدل هست که گاهی کارتونش رو میبینید، اهل مشهد و ساکن مشهد هم از خوشبختانه، و اون کارتونی که دارید پشتتون ما نشون داده بودیم حتما. یادتونه حتما چند ماه پیش نشون دادیم اونو. اون کارتون مربوط به مسئله آوارگان بود و نکته بسیار تکان دهندهش این بودش که اونها از تو اون کارتون میریزن و جهان در حقیقت از توی قایق در حال ریختن توی آره و اینا تو اقیانوس میریزند و جهان مثل یک اکواریوم نگاه میکنه. بله. این کارتون رو همون موقع که ما پخش کردیم گفتیم که تشویق شده توسط یک جایزه در برزیل، اما حالا نه، پرس ورلد جایزه اصلی خودش رو داده است به جوان مشهدی و او رفته است به لیسبون و این جایزه رو گرفته، هم به انتخاب خودمون باید بگیم هم به مبارکشون باشه در هر حال. بله پرس ورلد. بریم با مجله ها از مروارید شروع کنیم.
مروارید نشریه است که چه موضوعی رو انتخاب کرده؟ خیلی کرده. موضوع فوق‌العاده است و واقعا این هنرمندی است که تروریسم تنهایی. بله، این که تنهایی موضوع اصلی بله. چه نوع نگاهی است و از اصولا از کجا این ریشه بسیاری از مشکلاتی میشه که جهان باهاش روبرو هست. به نظر من شاهکارش اونجاست که گزارش‌های میدانیشه، یعنی گزارش ما راجع به تنهایی می‌کنیم، گزارش باور شدنی، نه نظریه. بله. من نظریه بزرگترین آدمای جامعه شناسم که نظریه میدن، آدم میتونه راجع به نظریه بحث و گفتگو کنه، ولی وقتی که شهرزاد همتی شما رو میبره به خانه سالمندان و تنهایی رو از زبان سالمندان بیان میکنه، واقعا مسئله تکون دهنده میشه. شما خونده بودید ترانه چیزش؟ ترانه بنی یعقوب من دیدم یه گزارش مفصل درست کرده بود، با آدمای مختلف در موقعیت‌های مختلف مصاحبه کرده بود. مثلا مرد مجردی که ببخشید مرد متأهلی که دو تا بچه داره، کار نسبتا خوبی داره، از قشر متوسط رو به بالای جامعه است، کار دوم هم میکنه، از زندگی زن و شویش هم راضیه، ولی معتقد تنهاست و زندگیشو در تنهایی و خالی احساس خالی بودن میکنه. همینطور با آدم های مجرد مصاحبه کرده بود و آخرش به نظر من کار جالبی کرده بود، با یه روانشناسی مصاحبه کرده بود و اون در واقع میگفتش که خب یه سری ایرادها هست در جامعه مثل ایران که حالا کسی که ازدواج کرده فکر میکنه همه چی باید حول خانواده و اینا بگذره و بعد خودش رو فراموش میکنه، ولی اون روانشناس توصیهش این بود که آدم ها برای به قول معروف فرار از تنهایی میتونن کارهای زیادی بکنن، از جمله مثلا میتونن به خیریه ها کار کنن و شروع کنن کمک کردن به آدم های دیگه به صورت داوطلبانه، سر حرف و با آدم های غریبه باز کنن، شروع کنن حرف زدن و کارهای از این دستگه. بله. آره، گزارش مریم تالشی درست کرده چه سربازها تو سنگرن دیگه، بنابراین وقتی که تو سنگر هست سربازی داره مراقبت میکنه از یه فضایی، پیداست که تنهاست دیگه. میخوای نقاشان امروز یه معرفی مختصر و مفیدی بکنید آقای بهنوز؟ بله، نقاشان امروز رو دارید میبینید، سال دومش فصلنامه است. این تصویری که دارید روی جلد میبینید تصویری است، بخشی از نقاشی خانم زهرا دهقان و که درباره نقاشی‌هاش هم نوشته شده. این چیزی که برام مهمه در این تفاوت این مجلس با بقیه نشریات مربوط به هنر تصویری که نشون میدیم اینه که خب این نشریه هم تا که میبینید خیلی رنگی نداره، داره البته ولی خیلی صفحات رنگی نداره، اصرار نداره به این کار، ولی یه جنبه آموزشی خیلی قوی داره، یعنی شاید این مهمترین تفاوتش باشه با بقیه. یعنی در حالی که داره نقد میکنه، دارید مثلا نقد نقاشی خانم طاهریان‌فر رو میبینین، امیر عباسی رو دارید میبینین اینجا، یا آثار قادر منصوری رو، در این حال داره به اینها به اصطلاح نقدش هم یه نوع نقد آموزشیه، غیر از این که میره بخشایش دیگه جدیتر میشه تو بخش آموزش، و آموزش مقصودم آموزش ابتدایی نیست، نشریه سنگی نیست، نه برای آموزش کسایی که میخوان شروع کنن یا بچه ها اینا، نه اصولا برای سطح بالاست، ولی یعنی منظور تو اینه به درد من نمیخوره دارم شروع کردم نقاشی کردم؟ شما الان در مدارج بالا هستی حتما به دردتون میخوره. پس اینو ندین به بچه های رادیو، بدینش به من. بریم نکته آخر و کارتون آخر رو ببینیم. خب داریم کارتون نازنین جمشیدی رو میبینیم که مثل همیشهش خیلی نگران محیط زیسته، به خصوص که حالا محیط زیست مظلوم هم در مقابلش قرار گرفته و همه چی توش داره میبینه، اون طرف دارن خراب میکنند و میبرن. آره دیگه، همینطوری میگه که یکی از دورناها رو بذار برای من شب واسه مهمونان باقالی پلو با دورنا بپزم. بیچاره دورناها. یکی هم اینجا توی قفس میگه فلامینکوی فرد اعلی مهاجر تازه از راه رسیده خارجی چی؟ خارجی مناسب برای دکور خونه. آها، پرنده خارجی. بله. ماده پلنگی که
والا خیلی راحت نمیتونم بخونم، فکر کنم منم عینک ماشین از روش رد شده. بله. و جاده ساختن، اونورم باز دوباره دارن یه جاده چهاربانده جدید میسازن. بله. که در حقیقت داره از رون دیدوان طفلک رد میشه. واقعا به نظر من، حالا نظر من که نیست، نظر تمام کارشناسا در مورد محیط زیست اینه که باید یه فکر کردیم. بسیار جدی بشه در همه زمینه‌ها. در هفته که گذشت چند مورد از جمله روزام جوان که دیدیم، چند مورد آقای قالیباف رو معتقد، ظاهرا از توی انتخابات و مجادلاتی که در انتخابات صورت گرفت، خب دولتی ها چون برنده شدن خب نباید هم اون مجادلات رو ادامه بدن و نمیدن. از توی بازنده ها معمولا هستش که احیانا این ادامه پیدا میکنه. آقای رئیسی نه، آقای رئیسی ساکته، ولی آقای قالیباف ساکت نیست. هم نشریاتی که داره و هم این که بقیه، همین افتتاح مترو که روزنامه جوان صفحه اول بود به همین جهت هم آقای قالیباف خودشو تو صحنه نگه داشته، تو صحنه کشمکش با دولت به عنوان قهرمان کشمکش با دولت روحانی بدش نمیاد این چهره. به همین جهت هم اینوری هم با ایشون شوخی میکنه. فریور خراباتی نوشته بود که یکی از کاندیداهای محترم اسم نبرده، میگه یکی از کاندیداهای محترم گفته از اجرای برنامه‌هایم توسط دولت خوشحالم. نوشته البته این اعتماد به نفس درجه یکی است که واقعا ما در پوست نمی گنجیم بابتش. در سر همین هم بودش که یکی از اعضای هیئت دولت در خونه ما رو زد، گفت اوضاع یخچالتون چطوره؟ گفتیم هی الکی درشو باز بسته میکنیم، اتفاقی توش نیفتاد، چطور مگه؟ بعد میگه که این عضو محترم دولت چند کیسه به ما داد که داخل اونها یه مقدار مواد غذایی بود، گفت اینم طرح پر کردن یخچال ها، برین حالشو ببرین. اشاره میکنه به طرح آقای قالیباف. اساسا این دور از انتخابات دوستان یک وعده هایی دادن که خود پوپولیسم در بیانیه اعلام کرد داداشا شل بگیرین، زندگی اینقدر ارزش نداره. ممنون آقای بهنود. به پایان برنامه این هفته دیدبان رسیدیم. مثل همیشه تمام راه‌های تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو برای ما بنویسید. راه‌های تماس رو میتونید روی صفحه تلویزیونتون ببینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما به آدرس @bbc شما بفرستید. از همین هشتگ هم میتونید در فیسبوک و توییتر با ما در تماس باشید. من آقای بهنود همینجا با شما خداحافظی می‌کنیم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.